سلام دوستان، با یه جلسه دیگه از آموزش کامتاز یو استودیو یا کامتاز یا استودیو در خدمت شما هستیم. تو این قسمت میخواییم نحوه رکورد کردن فایل ها و همچنین توضیحاتی مقدماتی در این زمینه رو خدمت شما دوستان عرض بکنیم. گوشه بالا سمت چپ رکورد اسکرین رو اگه کلیک کنید، صفحه ضبط باز میشه. صفحه ضبط نرم افزارمون رو اینجا میتونید مشاهده بکنید، همون چیزی که قبلا توضیح دادیم خدمتتون. اگه موس رو به سمت پایین ببینید بیارید، میبینید که هم نرم افزار کامتاز یا واضح، هم نرم افزار کامتاز یا رکوردر با هم دیگه توی صفحه پایین تسک بارمون مشاهده میکنید. و اگه این صفحه رو ببندیم کلا و فقط از منوی استارت گزینه کامتازیو استودیو رکوردر رو کامتازیو رکوردر رو انتخاب بکنیم، فقط رکورد برای ما ایجاد میشه و خود برنامه اجرا نمیشه. و زمانی که شما برنامه‌تون رو اجرا کردید، در اون زمانه که میتونید فایلتون رو ادیت بکنید. خب اگه زمانی که شما دلتون بخواد فایلتون رو ضبط بکنید، باید دکمه رکورد رو از سمت راست، دکمه قرمز رنگ رکورد رو فشار بدید. و سمت چپ شما میتونید دو حالت مختلف رو انتخاب کنید، یکی فول اسکرین و دومی کاستوم. فول اسکرین کل صفحه رو پوشش به شما میده و دکمه کاستوم رو اگه بزنید میتونید محدوده خاصی از صفحه نمایشتون رو پوشش بدید. اگه سمت چپ رو نگاه کنید، یعنی وسط رو نگاه بکنید، دو قسمت میبینید، وبکم و آدیو. وبکم اگه تصویری وبکمتون وصل باشه به سیستم، با زدن گزینه وبکم آن تصویر شما بغل گوشه تصویر نمایان میشه. و آدیو هم که در قسمت قبل مفصل در موردش صحبت کردیم که کدوم قسمت رو اگه بزنیم میتونیم صدا رو در بهترین حالت ممکن داشته باشیم و هر موقع خواستیم سایلنت کنیم صدامون رو، فقط آدیو آف رو میزنیم و صدامون کلا از بین میره و قطع میشه. همین قسمتی که مشاهده میکنید تبندشو میدم. و اگه رکورد رو فشار بدیم، یک پنجره برای ما میاد که ثانیه شماره و میتونه از یک از 3 2 1 میشماره و ما رو برای ضبط آماده میکنه. و هر موقع دلمون بخواد میتونیم با F10 ضبط تصویرمون رو نگه داریم. و اگه دوست نداشتیم میتونیم پاس کنیم مثلا سفر رو، اون رو با دکمه F9 نگه میداریم و بعد ادامه ضبط رو انجام میدیم. میبینید میشماره و شروع میکنه به رکورد کردن. هر زمان که من F10 رو فشار بدم، تصویر کلا استاب میشه. در بعضی از موارد میبینید موز چشمک میزنه، در بعضی از موارد هم این رو متوجه نمیشید. F10 رو که بزنید تصویر میاد پایین، میتونید پلی و پاز رو بزنید این پایین و همینطور قسمت سمت راست سیو اند ادیت رو کلیک کنید که فایلاتون وارد قسمت سیو نرم افزار بشه و بتونید از اونها استفاده کنید. با این گزینه میتونید فوروارد کنید و با گزینه دیگه میتونید بکوارد کنید و عقب برید. با گزینه که پایین میبینید روی تایملاینتون میتونید تصویر رو به جلو عقب ببرید و ببینید که آیا کار خوب شده یا خیر. میبینید که مثلا وقتی تکون میدم صفحه هم طبق آموزشی که قبلی که دادیم عقب جلو میره. قسمت پایین صفحه سمت چپ تایمرتون رو نشون میده که چند ثانیه از فیلمتون در حال حرکت کردن. هر چقدر اینو به سمت راست ببرید، خب مشخصا عدد سمت چپی بالا میبره، و هر چقدر به سمت چپ ببریم عدد سمت چپ کوچکتر میشه. قسمت بعدی فیت تو سایز میتونه کنه، 120 درصد یا 100 درصد میتونه کنه برای شما تصویرتون رو، که بفهمید به چه صورت میتونید تصویرتون رو در حالت پریویو داشته باشید. این تنظیمات فقط در زمان پریویو اتفاق میفته و اگه دکمه رو مجددا بزنم شیرینگ تو فیت میاد و کل صفحه رو به حالت HD 16 نوم برای ما نمایش میده. بعد از اینکه این کار رو کردیم، دو حالت میتونیم نرم افزارمون رو داشته باشیم. همونطور که دیدید اگه سمت راست من یه گزینه داره به نام Save and Edit که اگه اون رو کلیک کنم نرم افزار کامتازیا باز میشه و من قابلیت این رو دارم که نرم افزار رو این تصویرم رو ادیت بکنم. و اگه گزینه وسط رو بزنم فایل من خروجی مستقیما داده میشه. میتونم سیو از رو از گزینه پایین کرکریش انتخاب بکنم و هر جا که دلم خواست
ضبط رو به اون قسمت منتقل کنن. و اگه حالت عادی سیو رو بزنید اتوماتیک فایلتون تو مای داکیومنت و مای کامتازیو سیو خواهد شد. گزینه بعد پروداکت، و اگه پروداکت رو شما بزنید فایلتون خروجی میده. و گزینه دیلیت هم که مشخصه، هر موقع زمانی که این دکمه رو بزنی باعث میشه که فایل دیلیت بشه، مثل همین الان که دیلیت یس و تمام و فایل کلا پاک شد از روی صفحه حافظه کش دستگاه ما یا تمپ دستگاه ویندوزمون که ممکنه تو درایو سی باشه یا جایی که خودمون تعریف کرده باشیم. این آموزش رو اگه دنبال کنید تو مرحله بعد مفصل‌تر براتون توضیح خواهم داد.